این ویدیو میخوام بهت یاد بدم چطوری از روی نوار قلب خیلی سریع بفهمی قلب بیمار دچار هایپرتروفی شده یا نه. ما دو نوع هایپرتروفی داریم، هایپرتروفی بطن راست و هایپرتروفی بطن چپ. اگر قلب رو به صورت یک دایره در نظر بگیریم و به چهار قسمت تبدیلش کنیم و به سمت چپ و راست تقسیم بندیش کنیم، در حالت عادی محور قلب کجاست؟ محور قلب به سمت بطن چپه و روی لید دو، که حالا لیدای دیگه اگر بخوایم اضافه کنیم اینجا میشه V1، حالا V2، V3، V4، V5 و V6. در حالت عادی توی نوار قلب چه اتفاق میفته؟ ما انتظار داریم هرچی به سمت لید دو یعنی محور قلب میرین در حالت عادی آر بزرگتری داشته باشیم و هرچی به سمت یعنی از محور قلب دور میشیم اس کوچیکتری داشته باشیم. پس ما انتظار داریم در V1 در حالت عادی چه اتفاق بیفته؟ چون از محور قلب دور شدیم اس بزرگتر از آره و توی لید V6 اتفاق میفته؟ چون به محور قلب نزدیکتر هست آر بزرگتر از اس. این رو به عنوان یک قاعده کلی در نظر بگیریم حالت نرمالشه. حالا توی هایپرتروفی بطن راست چه اتفاق میفته که ما میگیم هایپرتروفی بطن راست اتفاق افتاده؟ دقیقاً برعکس میشه. شما تصور کنید که مثلا محور قلب به جایی که روی لید دو باشه بیاد یه جایی مثلا اینجا باشه، یا مثلا حالا شدیدتر در نظر بگیریم اینجا مثلا محور قلب اون باشه، چه اتفاق میفته؟ خب به V1 نزدیک شده، پس توی V1 ما R بزرگتر از S میشه و توی V6 چه اتفاق میفته؟ خیلی دور شده، S بزرگتر از R. این برای بطن راست، یعنی اگر هایپرتروفی بطن راست داشته باشیم با این تفاصیل ما میتونیم متوجه بشیم که هایپرتروفی بطن راست اتفاق افتاده. حالا بیمارمون دچار هایپرتروفی بطن چپ شده باشه چی میشه؟ محور قلب جایی که اینجا باشه یه حالت شدیدتری براش ایجاد شده، یعنی اینجا قرار گرفته. خب ما انتظار داریم چی بشه اینجا؟ انتظار داریم که توی V1 همچنان S بزرگتر از R باشه، قبوله؟ و توی V6 همچنان انتظار داریم که R بزرگتر از S باشه. اما یک فرقی اینجا هست، این که توی V1 ما Sمون خیلی عمیق میشه و توی V6 ما Rمون خیلی بزرگ میشه. گرفتی چی شد؟ پس ما از همین فرمولا میتونیم بفهمیم که بیمارمون دچار هایپرتروفی شده یا نه. اگه موضوع رو فهمیدی، اگه برات اوکی بود یه لایک بزن و توی کامنت ها برام بفرست که گرفتی مطلب رو یا حق.